سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. موارد گوناگونی برای کشف در بازی ماینکرافت وجود داره. یکی از جنبه‌های جذاب دنیا ماب‌ها هستند. اونها مثل خفاش‌ها یا گاف‌ها موجودات ساده‌ای هستند، اما گروه‌های پیچیده‌تری که دارای ساختار اجتماعی هستند هم وجود دارند. ویلیجرها و همچنین پیلیجرها. اما جامعه سومی هم در ماینکرافت وجود داره که احتمالاً جذاب‌ترینشونه. پیگرین‌ها، موجودات بی‌رحمی که در ندر زندگی می‌کنند. تلاش میکنن در میان عناصر خشن زنده بمونن. واضحه که چیز عجیبی راجع بهشون وجود داره. چرا در استراکچرهای فرسوده زندگی میکنن؟ واقعا به خوکا ربط دارن؟ آیا اهل ندر هستن یا جای دیگه؟ امشب قراره بفهمیم پیگرین ها چه کسانی هستن و چطور در ساختار دنیا جایی گرفتن. قبل از دیدن ویدیو لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. برای درک پیگرین ها اول باید با جایی که زندگی می کنن آشنا بشیم. پیگرین ها ماب هایی هن که فقط در ندر یافت می شن. ندر یکی از سه ابعاد ماینکرافته، به علاوه اوورورد و اند. این ابعاد در مکان های مختلف هستی یافت می شن، با محیط و قوانین منحصر به فرد. ابعاد متفاوت با پورتال ها به هم متصلن که افراد رو از یک بُعد به بُعد بعدی انتقال میده. مهمه بدونید که این پورتال ها تنها راه انتقال از جایی به جای دیگه هستش. مثلا ندر زیر اوورورد وجود نداره، بلکه یک محل کاملا متفاوته که فقط به یک پورتال متصله. شاید بدیهی به نظر برسه، ولی خیلی اهمیت داره. گرچه انتقال بین دو بُعد امکان پذیره، اما نیاز به شناخت نحوه ساخت پورتال داره. در مورد ندر، پورتال رو با ساخت قالب آبسیدین و داغ کردنش می‌سازن. به یک پورتال نزدیک به پورتال ندر متصل میشه، یا اگر پورتالی نیست، یک پورتال جدید ایجاد میشه. پورتال‌های ندر دو طرفه عمل می‌کنن. با انتقال به ندر به صورت خودکار یک راه برگشت به خونه ایجاد میشه. مسئله جالبی درباره ساختار پورتال ندر وجود داره. پورتال نیازمند آبسیدین خالصه که به طور طبیعی در ندر وجود نداره. با این وجود در اوورورد فراوان یافت میشه. یعنی اینکه اولین ارتباط بین دو بُعد باید از اوورورد شروع بشه، چون ندر هیچ آبسیدینی نداره. امکان نداره برعکسش اتفاق بیفته. این مهمه، چون به ما اجازه میده تا ندر رو در سطح دیگه قرار بدیم. ندر مدرن دی نسخه اصلی ندر نیست، در عوض بُعدیه که توسط موجودات خارجی کشف شده. یک تفاوت مهم که باید به خاطر بسپارید اینه که آیا چیزی مختص ندر یا نه، آیا همیشه اونجا بوده یا با پورتال وارد شده. ندر مکان متنوعیه، هم در فلورا هم فانا، گس‌های پرنده، جنگل‌های قارچی و لابا استرایکترها. با این حال در یک ویژگی بزرگ با هم شباهت دارند. این ماب‌ها نسبت به لاوا و آتش مقاوم هستند. حس غریزیه. شاید در یک بُعد خشن و سوزناک توانایی مقاومت در برابر آتش تنها کلید بقا باشه. نمونه‌شو روی زمین می‌بینید. خیلی از ارگانیسم‌ها با محیط‌های بسیار سخت سازگار شدن. معمولاً به عنوان سخت زیست شناخته میشن. مشابهش در ندر اتفاق افتاده. یک ماب برای رشد باید نسبت به آتش مقاوم باشه. مقاومت در برابر آتش یک تست ساده است که آیا چیزی بومی ندر هست یا نه. مثال سادهش استرایدرها هستن. مقاومت در برابر آتش در زندگی اونها بسیار مهمه. انقدر به راه رفتن روی لاوا عادت کردن که جاهای دیگه براشون ناراحت کننده است. اونها روی زمین سخت، سرد و شکننده میشن. بنابراین استرایدرها قطعاً بومی ندر هستند. همین رو میشه در مورد ماگماکیوپا گفت. گرچه به اسلایم ها شبیهن، ماگماکیوپا کاملاً با محیط زندگیشون سازگار شدن. اونها میتونن از توانایی پرش خود به راحتی در جهتیابی سنگهای تیز استفاده کنن. اونها همچنین نسبت به استخرهای لاوا که در اطراف یافت میشن ضد آتش هستند. این ویژگی ها نشون میده ماگماکیوپا هم بومی ندر هستند. یک خارجی چی؟ بیایید اندرمن ها رو بررسی کنیم. اونها ضد آتش نیستن. در ابعاد مختلف از جمله انت هستن که اونجا فراوان یافت میشن. اندرمن ها شاید گهگاه گشت و گذار کنن، اما بومی ندر نیستن. آخر سر به پیگرین ها میرسیم. آیا اونها بومی هستن؟ پاسخ احتمالا منفیه. اونها از آتش مسئول نیستن. در واقع در برابر آتش خیلی ضعیفن. پس از کجا اومدن؟ برای جواب دادن به این سوال باید نگاه دقیق تری بهشون بندازیم. پیگرین ها احتمالاً باهوشترین موجودات ندر هستند. تنها گروه این بُعد هستند که به صورت یک اجتماع زندگی می کنند. اونها رو میشه در زباله دونی های ندر و جنگل کریمسون و در بقایای بسشن یافت.
پیگلین ها شمشیر و کمان طلایی هم میکنن. گاهی ازشون برای شکار هاگلین ها استفاده میکنن. اونها نوع اکانومی متمرکز بر طلا ایجاد کردن که برای خرید آیتم های متفاوت استفاده میکنن. این یک ویژگی عالیه که ما رو به یاد ویلیجر ها میندازه، یک گونه مشابه هوشمند. یک شباهت دیگه اینه که پیگلین ها تخصص کاری ایجاد کردن، به دو دسته کاملا مجزا تقسیم شدن. اولی دسته استاندارد پیگلین هاست که تا الان در موردشون حرف زدیم، اما پیگلین های وحشی هم هستن، یک نوع تهاجمی تر با سلامت کلی بالاتر، چون فقط در قلعه های بسشن رشد میکنن. واضحه که وظیفه‌شون دفاع در برابر دشمنان و جلوگیری از ورودشون به خونه هستش. به نظر میاد مشابه ویلیجرها رشد پیدا کردن، اما یک تفاوت بزرگ وجود داره. خودشون خونه ندارن. به جاش در قلعه بزرگ بسشن در اطراف زندگی میکنن. این ساختارها خیلی جالب توجهه. بیاید بهشون نگاه دقیق‌تری بندازیم و بفهمیم به چه دردی میخورن. قلعه های بسشن در خرابه های یافت میشن، با دیوارهای شکسته و راهروهای خطرناک. اسمش نشون میده که این قلعه قبلا یک بسشن بزرگ بوده که در هم شکسته. عجب روزهایی بودن. این شک رو تایید میکنه که بسشن ها بقایایی از گذشته های باستانی هستن. دیدن استراکچرهای شکسته در ماینکرافت عجیب نیست. کشتی های غرق شده و معابد جنگلی، جفتشون نشون دهنده خرابیه. چیزی که عجیبه اینه که پیگلین ها در این خرابه ها ساکن شدن. چرا پیگلین ها خونهشون رو بازسازی نمی کنن؟ بسالت ها و سنگ سیاه متریال رایجی در ندر هستن. تعمیر باید برای پیگلین ها ساده باشه، مگه نه؟ این حقیقت که قلعه بسشن آماده نیست نکته مهمیه. به این معنیه که بسشن ها توسط پیگلین ها ساخته نشده، وگرنه کاملا قادر به تعمیرش بودن. اما صرفا از بسشن ها استفاده می کنن که این سوال پیش میاد که چه کسی قلعه های بسشن رو ساخته؟ همونطور که قبلا گفتیم، بسشن ها اکثرا از بسالت و سنگ سیاه ساخته شدن. با این حال چندین مصالح ساختمانی وجود داره که باعث تعجب میشن، مثل فانوس و زنجیر. جفتشون نیازمند آهن هستن که به طور طبیعی در ندر وجود نداره. به علاوه اگه صندوق ها رو بگردیم میتونیم انواع مختلفی از آیتم های خارجی رو پیدا کنیم، از جمله تجهیزات الماس، هویج، سیب و کتاب. همه اینا به برخی از ترکیب ها نیاز دارن که نمیشه در ندر یافت. حتما از اوورورد اومدن. بیاید یکم جذابترش کنیم. قبلا گفتیم تنها راه انتقال بین ابعاد استفاده از پورتاله. پورتال‌های خراب هم در اوورورد هم در ندر یافت میشن. بنابراین اتصال در یک نقطه وجود داشته. این پورتال‌ها صندوق هم دارن، طوری که مسافران میتونن قبل از خروج ذخیره سازی کنن. در اینجا خیلی واضحه که مسافران از اوورورد وارد ندر شدن و قلعه های بسشن رو ساختن. در سراسر جهان ماینکرافت شواهد گسترده‌ای مبنی بر وجود یک نوع انسان نما به نام سازندگان باستانی وجود داره. اونها اهرام و بناهای تاریخی رو ساختن. کشتی‌های غرق شده متعلق به اونهاست، گرچه دیگه وجود ندارن. اتفاقی فاجعه بار رخ داد، یک نوع انقراض دست جمعی. حالا فقط به شکل آندد به عنوان زامبی و اسکلت یافت میشن. دلایل محکمی وجود داره مبنی بر اینکه اینها همون موجوداتی هستند که قلعه‌های بسشن رو ساختن. قارت صندوق ها ویژگی شخصیت بیلر هاست که شامل تجهیزات انسان نما و مواد غذایی موجود در صندوق های دیگر در اوورورده. سازندگان باستانی چه هدفی از ساخت بسشن ها داشتن؟ یک پاسخ احتمالی اینه که شاید برای محافظت در برابر دشمنان به پایگاه احتیاج داشتن. گرچه این درسته، اما واقعیت عمیق‌تر از اینه. گرچه من بسشن ها رو یک گروه میدونم، اما اونها تنوع هم دارن. چهار نوع جداگونه بسشن ها با کاربرد متفاوت وجود دارن. اولین نوع پله و هدفش کاملا واضحه. ندر پر از دریاچه های خطرناک لاوا هستش. استفاده از پل برای عبور از لاوا بسیار کاربردیه. دومین نوع بسشن واحد مسکونیه. کاربردش نیاز به توضیح نداره. داشتن مکانی امن برای زندگی برای هر کسی که مدت زیادی رو در ندر بگذرونه بسیار مهمه. سومین نوع بسشن طویل است. غذا به سختی در ندر پیدا میشه و کاشت غیر ممکنه، چون آبی موجود نیست. منطقی گوشت بهترین منبع غذای تجدیدپذیره. چیزی که کشف کردیم اینه که سازندگان باستانی زیرساختهایی رو در ندر ایجاد کردن. قلعه های بسشن بسیار بزرگن. سازندگان باستانی باهاش چیکار میکردن؟ قطعا واسه یک تعطیلات خوب نمیرفتن ندر. اونها در اینجا قادر به گذروندن زندگی بودن. چیزی در ندر هست که ارزش داره برای به دست آوردنش تلاش کرد. چهارمین نوع بسشن جواب سوالمونو میده. ترژر بسشن، یک غار بزرگ با تعداد زیادی بلوک طلا تا پایین. این همه طلا از کجا اومده؟ از خود ندر. طلا در ندر رک خیلی رایجه،
خیلی بیشتر از اوورورد. کجا برای استخراج طلا بهتر از ندر؟ اما همش این نیست. ندرایت یک دلیل بزرگ دیگه برای استخراج طلا در ندره. اگه متریال نهایی ماینکرافت با دوامتر و موثرتر از الماس باشن، ساخت ندرایت نیاز به طلا داره. اگه سازندگان باستانی سعی داشتن مقدار زیادی ندرایت به دست بیارن، به مقدار بسیار زیادی طلا هم نیاز داشتن. شواهد دیگه‌ای بر این امر وجود داره. ندرایت اسکرب، آواره‌های باستانی و طلا همه در بسشن یافت میشن. با این حال اونها در ترجر بسیار رایج هستن. همچنین تنها مکان در ماینکرافت که یک اینگت دیگه پیدا میشه. این به این معناست که طلا و ندرایت اسکرب هر دو مهمن. اما هدف واقعی دستیابی به ندرایت خالص بود. منطقی به نظر میاد که سفر سازندگان باستانی به ندر و شروع عملیات استخراج برای به دست آوردن طلا و ندرایت بوده. اما هنوز یک سوال بزرگ بی جواب مونده. چطور پای پیگلین ها به اینجا باز شده؟ چون بازیکن پیگلین ها را در قلعه های بسچن پیدا میکنه. برای رسیدن به جواب باید به یک مکان غیر منتظره سفر کنیم. اوورورد. تا کنون در مورد چگونگی زندگی و موجودیت پیگلین ها در ندر صحبت کردیم. اما امکانش است بدون رفتن به ندر یک پیگلین رو در اوورورد پیدا کرد. اگه سائقه به یک خوک بخوره، خوک به یک پیگلین زامبی تبدیل میشه. میفهمیم که تحت یک سری شرایط یک خوک میتونه به یک نوع کاملا متفاوت تبدیل بشه. سائقه دقیقاً با خوک چیکار کرد؟ یکی از ویژگی‌های قابل توجه آذرخش اینه که شدیداً گرمه. در واقعیت آذرخش میتونه به 50000 کلوین برسه، چندین برابر بیشتر از سطح خورشید. این انفجار شدید گرما ممکنه علت تبدیل خوک به پیگلین باشه. میدونیم که گرما خصوصیات عجیبی در ماینکرافت داره. گرما برای جابجایی بین ابعاد نیازه، چون هر دو پورتال‌های ندر به گرما نیاز دارن تا به کار بیافتن. کیه که بگه که گرمای شدید خصوصیات عجیبتری نداره؟ این ما رو به سمت یک سوال جذاب سوق میده. آیا امکان وقوع این تحول بدون برخورد سائقه وجود داره؟ راه دیگه‌ای هست تا از گرما برای تبدیل خوش به پیگلین استفاده کنیم؟ چی میشد اگه خوش در محلی بود که برای گرمای شدیدش معروفه؟ مطمئنم میدونید منظورم چیه. اگه گرمای سائقه واقعا دلیل این دگرگونیه، میشه پیش رفت که گرمای موجود در ندر همون کارو انجام میده. شاید خیلی سری نباشه، اما مطمئنا این مکانیزم هنوزم کار میکنه. اما زود جلو رفتیم. اصلا چرا باید در ندر خوک باشه وقتی فقط در اوورورد یافت میشن؟ جواب مشخصا سازندگان باستانیه. میدونیم که اونها در بسچن طویله های طراحی کردن. منبع اصلی غذای اونها ممکنه خوک باشه. منطقی به نظر میرسه. اونها کوچیکن، راحت به ندر جابجا میشن و پرورششون آسونه و منبع غنی غذایی هستن. چون نمیتونن کشاورزی کنن، خوک ها گزینه عالی هستن. سازندگان باستانی از حساسیت خوک به گرما اطلاعی نداشتند. بعد از سالها خوک‌های ندر شروع کردن به تغییر کردن. یک روز سازندگان باستانی دیدن طویله‌هاشون به جای خوک پر شده از یک نوع از پیگلین‌ها، چیزی که تا به حال ندیده بودن. براشون شوکه کننده بوده. اما یک چیزی که راجع به بیلدرها می‌دونیم اینه که اونها خلاق بودن. دوست دارن به ایده‌های جدید فکر کنن، جاهای جدید رو کشف کنن و راه‌های جدیدی برای انجام کاراشون پیدا کنن. سازندگان باستانی تازگی هم به چیز بسیار مفیدی رسیده بودن، ساخت نامحدود موجوداتی که میتونن از همون نوابزار و تجهیزات استفاده کنن. با کشف پیگلین ها سازندگان یک فرصت وسوسه انگیز داشتن. چرا باید استخراج رو ادامه میدادن وقتی یک نیروی کار کاملا جدید وجود داشت که میشد از خوک ها ساخت؟ بهتر نیست این پیگلین ها رو برای استخراج آموزش بدن؟ وقتی پیگلین ها کار ساخت و استخراج انجام میدادن، بیلدرها میتونستن ریلکس کنن. چرا باید خودشون در ندر خطرناک ریسک کنن وقتی کسی دیگه میتونه انجامش بده؟ سازندگان باستانی شروع به اجرای نقشه خودشون کردن. به پیگلین ها نحوه استخراج رو یاد دادن. به پیگلین ها ارزش طلا رو فهمودن و یادشون دادن تا در برابر دزدان از طلا محافظت کنن. پیگلین ها شروع کردن به کار در معادن کثیف و استخراج طلا و ندرایت. بیلدرها برای تامین پیگلین ها بسچن ها رو گسترش دادن. ساخت واحدهای مسکونی تعداد بسچن‌ها رو افزایش میده. پیگلین‌ها انقدر استخراج کردن که هیچ ندرایتی باقی نموند. بیلدرها هنوز راضی نبودن و از پیگلین‌ها خواستن حتی بخشی از اسکرب‌ها رو استخراج کنن. اما یک مشکل وجود داشت. پیگلین‌ها گالم مکانیکی نیستن. اونها موجوداتی زنده، معقول و منطقی هستن. میدونیم که پیگلین‌ها میتونن به شکار برن. اونها میتونن معنی پول رو درک کنن. اونها دارای مجموعه مهارت‌های مختلف و تخصصی هستن. پیگلین ها باهوشن، احتمالاً باهوشتر از سازندگان باستانی و اندرمن ها.
و متاسفانه تصورش سخته که بیلدرها متوجهش نشدن. انگار اونها تلاش میکردن پیگنیل‌ها رو سرکوب کنن. هیچ پورتال ندری در خرابه‌ها و رمننتس وجود نداره. اتفاقی نیست، یک انتخاب عمدیه. با ایجاد پورتال‌های اطراف ندر، جلوی فرار راحت پیگنیل‌ها گرفته میشد. چون پیگنیل‌ها نسبت به آتش مقاوم نبودن، در راه رسیدن به پورتال‌ها می‌مردن و این راحت در قلعه‌های بسچن به دام می‌انداختشون. با اینکه پیگلین‌ها پورتالی پیدا نکردن، اما احتمالاً اهمیتی نداشت. صندوق‌های اطراف معمولاً محتوی فایر شارجرز، فلینت و استیل هستند. سازندگان باستانی قبل از خروج پورتال‌های ندر رو می‌بستند. بیلدرها نمی‌خواستن پیگلین‌ها فرار کنن، نمی‌خواستن عملیات استخراجشون به خاطر شورش یک پیگلین متوقف بشه. بنابراین ظالمانه بر اونها حکومت می‌کردن. پیگلین‌ها در محیطی که براشون نامناسب بود زحمت می‌کشیدن. اما یک روز انقراض در اوورورد اتفاق افتاد. تعداد زیادی از بیلدرها مردن و آندد شدن. برخی تلاش کردن به ندر فرار کنن تا چند پیگلین رو قبل از نابودی حتمیشون به زامبی تبدیل کنن. پیگلین ها مقابله کردن و تونستن از انقراض گونهشون جلوگیری کنن. پیگلین های زامبی هنوزم وجود داشتن، اما پیگلین ها از بین نرفته بودن. با رفتن سازندگان زندگی متحول شد. پیگلین ها دیگه مجبور به کار در معدن نبودن. با این حال این به معنی قطع جریان دائمی آیتم از اوورورد بود. دیگه هیچ مواد غذایی، زره یا سایر وسایل ضروری وجود نداشت. با خالی شدن ذخایر، پیگلین‌ها دریافتند که باید راه دیگه‌ای برای زندگی در ندر بدون کمک اوورورد پیدا کنند. وقتی ابزار آهن و الماسشون شکست، با طلا جایگزینش کردند. گروه‌های شکار رو برای یافتن هاگلین‌ها فرستادند تا بعضی رو به طویله برگردونن. اونها پیگلین بروس ها را آموزش دادن تا از ناتوان ها محافظت کنن، اما هنوزم پیگلین ها در قلعه بسچن حبس شده بودن. سازندگان بهشون ساخت و ساز و یاد نداده بودن، فقط و فقط حفاری. سالها گذشت و قلعه بسچن رو به ویرانی رفت. پیگلین ها با داشتن ذخایر گسترده طلا دست از حفاری برداشتن. گرچه پیگلین ها طلا را ارزشمند می دونستن، اما مثل شیوه ویلیجرها شروع به استفاده ازش به عنوان پول کردن. زمان گذشت. در دوران مدرن پورتال‌های باستانی کاملاً خراب شده بودند و پیگلین‌ها زندگی مزخرفی در دنیای خشن داشتند. اونها هنوز برخی از یادگارهای گذشته خودشونو برای مبادله با طلای بیشتر نگه داشتند، اما متأسفانه جامعه پیگلین‌ها هیچ وقت قادر به رشد نبود. وقتی بازیکن پیداشون می‌کنه در وضع بدی قرار دارن. این تنها زندگیه که می‌شناسن. تنها چیزی که بهشون انگیزه میده یافتن طلای بیشتره. پیگلین‌ها شاید بیشتر از سازندگان باستانی دووم آورده باشن، اما همین بیلدرها مانع شکوفایی واقعی اونها شده بودن. بی هیچ تقصیری محکوم به زندگی در جهنمی هستن به نام ندر. این یکی از نظریه‌های ناراحت کننده‌ایه که در این کانال بهش پرداختیم. ما می‌خوایم سازندگان باستانی رو به عنوان یک تأثیر مثبت در نظر بگیریم که چیزهای جالبی برای کشف به جا گذاشتن. اما در این تئوری فهمیدیم که اونها نقایص جدی دارن، مثل سلطه و پیگلین ها برای نفع شخصی. هنگام ساخت یک نظریه همیشه باید مراقب چیزهایی باشیم که ممکنه از قلم انداخته باشیم. در هر ویدیو ازتون میخوام که این ایده ها رو به عنوان حقیقت محض در نظر نگیرید، بلکه از این تئوری انتقاد کنید و خودتون نتیجه گیری کنید. مطمئنا چند مورد باید مورد بحث قرار بگیره. بخش بزرگی از این تئوری شامل ایده ای که گرمای ناشی از رعد و برق باعث تبدیل خوک ها به پیگلین ها میشه. در واقعیت نمیدونیم همینطوره یا نه. میتونه الکتریسیته یا یک چیز کاملا متفاوت باشه. چیز دیگه اینه که این خوک‌ها به پیگلین‌های زامبی تبدیل میشن، نه پیگلین‌های معمولی. اگه اینطوریه، پس چرا خوک‌ها در جاهای دیگه پیگلین‌های زامبی نشدن؟ نکته قابل توجهیه. میدونیم که پیگلین‌ها تا به زامبی تبدیل نشن، نمیتونن در اوورورد زنده بمونن. یک توضیح اینه که طاعون زامبی در هوا منتقل میشه. اگه این درست باشه، منطقیه که هر خوک متحول شده‌ای ناگهان به یک پیگلین زامبی تبدیل میشه. فکر میکنم برای همین چنین اتفاقی در ندر نمیفته. بدون طاعون زامبی خوک‌ها به پیگلین معمولی تبدیل میشن، نه پیگلین زامبی، چون در ندر سائقه نمیزنه. خیلی نمیتونیم مطمئن باشیم، اما این دلایل برای من منطقیه. تئوری‌های زیادی شنیدیم که پیگلین‌ها بسچن‌ها رو ساختن. اغلب به یک بلاک اشاره میکنن که شبیه یک خوکه که در این ساختوساز استفاده شده، اما هیچ دلیلی نمیبینیم که این کار سازندگان باستانی نبوده باشه. بسچن‌ها مورد استفاده پیگلین‌ها بوده، پس نشونه‌هاش در استراکچر منطقیه. حتی ممکنه یک اخطار به باقی سازندگان باستانی بوده باشه که احتیاط کنن. این تئوری قطعاً همه چیزو توضیح نمیده. مثلا ایجاد هاگرینا از خوک‌ها. یک توضیح اینه که فانگای در جنگل کریمسون باعث تغییرشون شده. قبلا مشابهش اتفاق افتاده.
گاف ها رو میشه با صرف وقت کافی به قارچ تبدیل کرد. این مسئله کمی فراتر از محدوده این نظریه میره. فعلا برای امروز کافیه. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی روز خوبی داشته باشید.